بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا میگوید خستگی و کلافگی مردم از شرایط محدود کننده در این دوران اپیدمی را درک میکند، اما اجرای آن لازم است. مقررات یک ماهه کنونی که شامل تقریبا یک سوم کل جمعیت کشور میشود، 2 دسامبر به پایان میرسد. پس از آن مناطق بنا به شرایط خود از 1 تا 3 طبقه بندی خواهند شد. What we all need to do is use this tough tiering. این طبقه بندی سختگیرانه نسبت به مقررات تعطیلی کنونی بسیار راحت‌تر خواهد بود. از آن برای کاهش بیماری به خصوص در مناطق رده‌های 3 و 2 استفاده خواهیم کرد تا واکسن فراهم شود که امیدواریم طی هفته‌ها یا ماه‌های آینده باشد. بر اساس این طرح 20 میلیون از جمعیت 55 میلیونی بریتانیا در گروه 3 قرار خواهند گرفت که تحت پوشش همان مقررات یک ماهه کنونی خواهد بود. شهر لندن در گروه 2 قرار می گیرد. نخست وزیر بریتانیا که هنگام دیدن از یک آزمایشگاه صحبت می کرد، از تجربه‌ای که دولت در شهر لیورپول به دست آورده بود به عنوان یک مثال موفق نام برد. من خیلی خوشبین هستم که در میان مدت با این ابزار، یعنی واکسن و تست کردن کل ساکنین مناطق، بتوانیم نه تنها شیوع ویروس را تحت کنترل درآوریم، بلکه به پایین آوردن میزان ابتلا کمک کنیم تا بتوانیم دوباره درهای اقتصادی را بگشاییم. اپیدمی کووید 19 منجر به کاهش 11% تولید ناخالص ملی آن کشور شده که در 300 سال گذشته بی سابقه بوده است. بریتانیا اکنون موج دوم بسیار سختی از این بیماری را طی می‌کند و در میان کشورهای اروپایی بالاترین آمار رسمی تلفات ناشی از آن را دارد. یگانه یرسباران، صدای آمریکا، واشنگتن.